جاوید حسین فضائلی هستم. در این مجموعه از ویدیوها به مقدمات برنامه‌نویسی وب می‌پردازیم. در درس امروز درباره متا تگ‌ها صحبت می‌کنیم. متا تگ به شما اجازه می‌دهد تا در داخل صفحات HTML خودتان از متا دیتا استفاده کنید. خود متا دیتا به معنای دیتا about دیتا هست، یعنی دیتا درباره دیتا. یکی از فوایدی که متا دیتا دارن اینه که به سرچ انجین ها کمک میکنه تا که دیتای شما یا انفورمیشن شما که روی وبسایتتان یا وب پیجتان قرار گرفته به راحتی پیدا شه. به عنوان مثال فرض کنید در داخل صفحه شما یک تعداد کلمات کلیدی وجود داشته باشد و شما میخواهید که سرچ انجین بر اساس از این کلمات کلیدی بتونه صفحه شما را به راحتی پیدا بکنه. یا اینکه مثلا یک دیسکریپشن یا توضیحاتی درباره وب پیج شما موجود است و میخواین که اینی توضیحات در داخل وب پیج شما قرار داده شود و اگر کسی بر اساس ای اطلاعات خواست وبسایت شما را یا وب پیج شما را سرچ بکنه بتونه که این کار را به آسانی انجام بده. متا دیتا یک بخش خیلی مهمی از وب است و کمک اعظمی که میتونه به ما انجام بده در قسمت سرچ انجین هاست. و به سرچ انجین ها کمک میکنه تا وقتی که یک یوزر یک چیزی را سرچ میکنه به راحتی دیتای شما پیدا شود و در عین حال این کمک میکنه تا صفحات شما از لحاظ رنکینگ و درجه ای که مثلا در گوگل سرچ میکنید نسبت به صفحات دیگه ای که از متا دیتا استفاده نکردن در درجه و رنک بالاتری قرار بگیره. بنابراین همیشه سعی کنید از متا دیتا در صفحات وب خودتان استفاده کنید. شما میتونید از متا تگ ها در تگ هد استفاده کنید، یعنی جایی که شما متا تگ را استفاده میکنید در تگ هد هست. خب یک چند نمونه مثال از تگ متا را کار کنیم. اولی که دقت کنید تگ متا فقط تگ باز داره، تگ بسته نداره. و یک اتریبیوت تگ متا کاراکتر ست هست که توسط از اون میتونید کاراکتر ست داکومنت خود را تعریف کنید. مثلا من در اینجا کاراکتر ست داکومنت را UTF-8 تعیین میکنم. با استفاده از یک کاراکتر ست شما مطمئن میشین که داکومنت شما زبانهای غیر از انگلیسی را و یا کاراکترهای غیر از کاراکترهای اسکی را هم ساپورت میکنه. در مثال بعدی در تگ متا از دو اتریبیوت نیم و کانتنت استفاده میکنیم. اتریبیوت نیم در واقع مشخص کننده یک پراپرتی هست و کانتنت در حقیقت مشخص کننده ولیوی از اون پراپرتی است. مثلا فرض کنید من پراپرتی keywords را استفاده میکنم، کلمات کلیدی، و میخواییم به سرچ انجین ها بگویم که کلمات کلیدی که من استفاده میکنم در اینجا هست. کدام کلمات؟ مثلا HTML، مثلا خود کلمه HTML، یا مثلا جاوا، یا مثلا پروگرامینگ. میگم این کلمات کلیدی است که من در کامنت خودم از یا استفاده کردیم. یک مثال دیگر میبینین، فرضاً اگر ما میخواییم که یک description یا یک توضیحاتی در رابطه با صفحه خود نوشته بکنم، میم از پروپرتی دسکریپشن استفاده میکنم و ولیوی از این اینجا نوشته میکنم. مثلا this is a programming site. و این شکل شما میتونید از تگ متا استفاده کنید تا revision date داکومنت خودتان را هم مشخص کنید. در قسمت شما از کلمه کلیدی revised استفاده میکنید. مثلا یک نام برش میتونید. اینی سایت ما بوده، اینی پیج ما بوده. فرضاً در تاریخ 3/7 مثلا 2020 این داکومنت ریوایز شده، بازبینی شده و آپدیت شده. خب در مثال بعدی اگر به جای کلمه نیم از HTTP equiv استفاده بکنیم میتونیم که صفحه خود را رفرش کنیم. اینجا نشون میکنم رفرش، فرضاً اینجا قیمت را برش تعیین میکنم. در قسمت داکومنت ما هر 5 ثانیه یک بار خود را رفرش میکنه. خب یک مثال مهم دیگر را با هم ببینیم. تگ متا را باز نوشته میکنیم. در قسمت نیم از ویو پورت استفاده میکنم و در قسمت کانتنت و تزیره بگم مساوی باشه با دیوایس بیت و اینیشیال سکیل مساوی باشه با 1. خب خوبی از این تگ است که پروگرام وبی را که شما نوشته میکنین کمک میکنه تا در
براوزرهای با سایز کوچکتر با سایز موبایل هم به خوبی دیده شود. میگه که ویوپورت ازی ویتش یا ارزش به اندازه ارز وسیله شما باشد. بیانش که اگر شما بخواید که هایت را تعیین بکنید میتونید نوشته کنین هایت مساوی با دیوایس هایت. و ولی دیگه که در قسمت هست اینیشیال اسکیل است، قیمت ازی یک هست، به این مفهوم که زمانی که برای بار اول شما سفر باز میکنید زوم از این صفحه مقدارش چقدر باشد. قیمت یک به این معناست که زوم صفحه به طور نرمال باشد، نه خیلی زیاد زوم باشد و نه خیلی زیاد زوم اوت باشد.